استدیو جم. بازو منم وقتی بزرگ شدم مثل داداشه که موتون میرونم، به هم قول داده قراره به هم یاد بده که این تو بدون تو موهاشو کوتاه نمیکنه. وقتی برگشتیم پدر پسری میریم آرایشگاه. عمر فردا پدر و پسری بریم آرایشگاه موامونو کوتاه کنیم. بریم پسرم. بریم. بله مته. فاروق ببینم مساعدی؟ بگو مته، گوش میکنم. با جم میخواستیم بریم قرارداد این کار جدید رو بررسی کنیم. فکر کردم که اگه تو هم باشی خوب میشه. تو شرکت؟ نه من الان بیرونم. جم هم تو راهه. بریم یه جای دیگه. اینطوری تنوع هم میشه برامون. تازه حال هوامون هم عوض میشه. الان برات آدرسو میفرستم. منم دارم راه میافتم. اونجا میبینمت. باشه. باشه منم میام پس. بچه ها من یه جلسه دارم. شما هم که امروز خسته شدین. آره اما خیلی خوب بود. کاش همیشه با هم باشیم. خیالتون راحت آقا فاروق. اگه چیزی شد من و نیسان هستیم. باشه. ما هم بهتره یواش یواش آماده ی خوابیدن شیم. بریم. عمر چون بریم. شب بخیر. شب بخیر.
بله مته. فاروق جان خیلی معذرت میخوام، یه کار ضروری برامون پیش اومد. یکی از موکلام تو درد سر افتاده، بعد فوراً بریم اونجا. باشه، مشکلی نیست مته. بازم معذرت میخوام، حتما جبران میکنم، مطمئن باش. باشه، گفتم که مشکلی نیست. خداحافظ. کجاست آخه؟ آه سراب اومده، لباست خیلی قشنگه سراب. قشنگه، تازه خریدم. جدی میگی؟ لباس کهنه آبجی افسون نباشه یه وقت؟ مزخرف نگو، نگاه کن نوعه، این مال خودم. خب اگه لباس اونا باشه چی میشه؟ برای چی دروغ میگی آخه؟ مگه ما نمیدونیم پول خریدن این لباسو نداره؟ چرا نتونیم بخریم؟ خیلی خوشم اومد، مامانم پول جمع کرد و خرید. سراب سلام دخترا. سراب جون خیلی خوشگل شدی، تازه به تو بیشتر میاد. به خوشی استفاده کنی. خداحافظ دختر. خداحافظ.
ماه مشت اب نمیمونی خانوم. همه میدونن کهنه های افسونو میپوشی، اما مشکل این نیست، مشکل اینه که تو اینو قبول نمیکنی. فقط از چیزی که مال خودتان استفاده می کنی. سراب بابا، دخترم سر مامان ناز 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 آبجی جون، تو خوبی؟ دخترم بابا تو چی شده عزیزم؟ ها کابوس دیدی؟ ناز چی دیدی؟ میخوای تعریف کنی؟ مامانم رو دیدم، یه جای بلند وایساده بود، میدویدم، میگفتم مامان بیا، نمیومد. خودشو انداخت پایین، عزیزم گریه نکن دخترم، گریه نکن عزیزم، ببین اشکاتو پاک کرد بس. بابا ماما چرا مرد؟ همه مامان داره، مامان من چرا مرد؟ مادرت اصلا نمیخواست شما رو تنها بذاره. دختر خوشگلم، هیچ کس نمیتونه جای مادرت رو پر کنه، میدونم، اما ما هستیم، خواهرت هست، من هستم، باش از دلم. میدونم بابا، اما من مامانم رو میخوام. کاش یه کاری از دستم برمیومد عزیز دلم. سراب ناز عزیزم چطوری؟ تو چرا بلند شدی؟ نگران ناز شدم. یواش بیا یکم دراز بکش. نیسان پیش خواهرت بمون باشه، بیا.
آبجی سراب چه شده؟ چیز مهمی نیست، بیا با هم بخوابیم، سعی کنیم یکم بخوابیم، خوبه؟ بیا اینجا یکم دراز بکش، یکم بشین. ناز چی شده؟ خواب بد دیده. من برات آمبولانس خبر میکنم. نه نه، واقعا خوبم، لازم نیست. خوبم آقا فاروق. نیست. چیز میخواستم برای سراب آمبولانس خبر کنم. دکتر لازم نیست، جدی میگم، من خوبم. گاهی وقتا اینطوری میشم، وقتی بیحال میشم معمولا فشارم میفته، یکم استراحت کنم خوب میشم. مطمئنی؟ بله. تو چرا اینقدر بیحال شدی؟ ها؟ خب امروز کارم زیاد بود، وقت نشد چیزی بخورم، اما مشکلی نیست، به نظرم شما به ناز برسیم، نگران من نشین، چیزیم نیست. ناز گفت یکم شیر میخواد، میرم براش گرم کنم. میخوای واسه تو هم چیزی بیارم؟ نه میل ندارم، الان بهتر میشم، تو زحمت نکش. سراب باید یه چیزی بخوری. دخترم یه چیزی بیار بخوره. میگم سراب جون، تو اتاق مامانم چی کار میکردی؟ یکی از گوشواره هامو گم کردم نیسان. امروز کل خونه رو گشتم، وقتی پیداش نکردم یادم افتاد که دنبال عمر رفته بودم تو اتاق بابات. اونجام یه لحظه بیحال شدم، فشارم افتاد، همینقدر یادمه. اون گوشواره ها برام خیلی با ارزشه. آخه اونا یادگاری آبجی افسونه. برای همین حتما باید پیداش بکنم. اگه تو خونه افتاده باشه حتما پیدا میشه. تو فعلا یکم استراحت کن باشه؟ آره ناراحت نباش، حتما همین اطرافه، حتی اگه خواستی فردا با هم دنبالش میگردی. باشه ممنون. الان میام. من به ناصر بزنم. تو یکم استراحت کن، من میرم پیشش. نیسان منو ترسوندی جیم. ترسوندمت، ببخش. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ مامانم نگران شد، آخه یادش نبود که گازو خاموش کرده یا نه، گفت برم کنترل کنم. آه خاموش بود، الان شیر گرم کردم. تو میری خونه؟ آره امروز خیلی خسته شدم، میرم دراز بکشم. باشه. اونا چی هم؟ الهوله شبونه ها؟ شیر برای نازه، این هم مال آبجی سرابه، کل روز چیزی نخورده. به اونم تو میرسی؟ چی کار کنم؟ از گشنگی سرش گیج رفته،
به خاطر ما به خودش نمیرسه. فهمیدم. راستی اگه دلت میخواد واسه تو هم حاضر کنم. همه تموم شدن الان به فکر منی ها؟ این چه حرفیه؟ واسه تو هم درست میکنم. دست درد نکنه میدونم، اما دیر وقته، نمیخوام. باشه دیگه، شبت بخیر، وقتتو نگیرم. همچنین. ناز خوابید. آخی عزیز دلم، تو چطوری؟ خب سرم یکم درد میکنه، حتی حس میکنم یکم هم تب دارم، نمیدونم. نه تب نداری. عجیبه، شاید دستام دارن میسوزن. نه اصلا تب نداری، شاید چون بیحالی اینطوری احساس میکنی. حالا تو یه چیزی بخور، یه کم هم استراحت کن، دیگه هم گرسنه نمون. باشه؟ باشه، خیلی ممنون. شب بخیر. شبتون بخیر. شب بخیر عزیزم. شب بخیر. نیسان جون، به تو هم زحمت دادم، دست درد نکن. نوش جان، برم شیر نازم بهش بدم. نیسان یکم حرف بزنی، بشین. ناز منتظره. ناز خوابیده، بابات سر زد، بشین حرف بزنی. تو یکم ناراحتی؟ نه چرا ناراحت باشم؟ خب چه میدونم، فکر کردم وقتی من و باباتو اونجا اونطوری دیدی اشتباه برداشت کردی. آره شرایطمون برای سوء تفاهم خیلی مساعد بود، برای همین میگم که فکرهای بدی نکنی. رفتم تو اون اتاق دنبال گوشوارم بگردم، بعدش یهو چشام سیاهی رفت، حالم بد شد. وقتی هم چشامو باز کردم آقا فاروق رو دیدم، بعدش هم که فکر کنم خودت اومدی. پس لطفاً اشتباه برداشت نکن، باشه؟ مگه ممکنه همچین فکری کنم آبجی سرا؟ این حرفا چیه میزنی آخه؟ آخ نیسان، الان واقعا خیالم راحت شد. یه لحظه ترسیدم بعد برداشت بشه ناراحت بشی. عزیزت نه، این حرفا رو نزن. آخه مگه میشه همچین فکری کنم؟ وای بابا. خوبه، خوشحال شدم. پس من برم بخوابم، خوابم میاد. باش. شیر؟ نه همین برام کافیه، خیلی ممنون. خودم میخورم. اوه خیلی جذبید. فردا جمع میکنی آبجی سراب. شب بخیر. شب بخیر. قهوتو آوردم. خیلی ممنونم. نوشه جا، تو دیشب اصلا نخوابیدی. نصف شب بیدار شدم دیدم چراغات روشنه. من دوست دارم شبا کار کنم. آره خوب طاقت میاری. من اصلا طاقت بیخوابی رو ندارم، میفتم قش میکنم. وای چطور ممکنه؟ این خودشه.
افسون خوشگل تر بود. نور به قبرش بباره. تو میتونی به کارت برسی؟ من میخواستم یه چیزی بهت بگم. هایری خانم ازم خواست برم خونه آقا فاروق، میخواد با من حرف بزنه. من صبونه ایگر رو حاضر کردم، اگه با من کاری نداری من برم و برگردم. آره برو برو برو. اگه بیدار شده؟ نه بیدار نشده، خوابیده، اصلا به تو نرفته، حتما به باباش رفته. باباش هم اینطوری دیر بیدار میشد؟ من زود برم و برگردم. آیچا صبح بخیر. صبح بخیر. آقا فاروق بیدار شده؟ آره بیداره، رفت پایین. بچه ها چی؟ اونا هم پایینه. عالیه، خیلی خوب، پس صبحونه دیر نشه، بچه ها گشته نمونن. ما سر ساعت حاضر میکنیم، خیالت راحت باشه. مروت خانم داره میاد. باشه بیاد. تو واقعا میخوای با این زن حرف بزنی؟ مطمئنی؟ معلومه که حرف میزنم، خودم دعوتش کردم. من اصلا نفهمیدم خانم، اول با جم حرف میزدی بعدم تو بسپرش به من. جم و قاطیش نکن. صبح بخیر. صبح خوبی داشته باشی. صبح بخیر. چطوری؟ خوبم ممنون، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون، خسته نباشی. خیلی ممنون. خسته نباشی. ممنون. برای تو هم درست کنم؟ نه نه نمیخوام، دست درد نکنه، عجب بوی خوبی داره. چرا گفتی بیام؟ میگم، اما اینطوری سر پایی نمیشه، بذار کارم تموم شه میگم. صبح بخیر پسر عزیزم. صبح بخیر. چیه؟ هنوز نتونسته بیدارشی؟ عالیه. اون قهوه است؟ آره. قبل از صبحونه نمیشه. خودت هم قبل صبحونه میخوری؟ من میخورم چون مامانتم. تو از رفتارهای خوب من الگو بگیر. چیه؟ بازم دتوکس؟ سرم شلوغه، نمیتونم رژیم بگیرم. به نظرم انقدر سخت نگیر، به نظرم تو همیشه خوبی. ممنونم، اما بهتره تعریف و تمجیداتو برای دختره خوشگل نگه داری. دیشب دیر اومدی، نخواستم بگم اما بابا تازگی ها زنگ میزنه. چی میگی؟ چی میخواد بگه؟ میخواد با تو حرف بزنه. چرا اینقدر اصرار میکنه آخه؟ نمیخوا. چون جوابشو نمیدی به من زنگ میزنه، منم بهت خبر دادم.
بازم نمیخوای باش حرف بزنی؟ نه حرف میزنم نه زنگ میزنم، اینطوری بهتره. اما اگه بخوای میتونم بهش بگم که به تو هم زنگ نزنی. من که شرکت میبینمش، موضوع ربطی به من نداره. اگه ممکنه میخوام ربطی به منم نداشته باشه. باشه مامان جون، چی بگم؟ دوبله شده اما یه چیزی میتونم بگم، قبلا بارها بهت گفتم. میگم. هر اتفاقی هم بین شما افتاده باشه اون بابای منه و جدایی شما هم به خودتون مربوطه. درسته. لازم نیست باش بد باشم، حتی نباید باش بد باشم. شاید بتونم یه شانسی بهش بدم. مامان من اینا رو میدونم اما نمیخوام باش حرف بزنم. باشه پسرم باش. بفرما حلال زاده است. من سیر شدم. گردن بند رو پیدا کردن. فکر کن قهوه هم اومده. سلامت باشی دختر، زحمت کشیدی. موش جون عزیزه، وقتی این منظره رو نگاه میکنی یا کل خستگی در بدن در میره. خیلی قشنگه. آی مروت جون، مگه آدم فرصت میکنه؟ گاهی وقتا از خستگی نمیفهمم چطوری خوابم برده. میدونم کار کردن تو خونه مردم سخته، خستگی رو میفهمم. نه ببین، برای من خونه مردم نیست، خدا شاهده. همه زحمتایی که برای بچه‌ها کشیدم حلالشون باشه. خدا روح افسونم شاد کنه و به بچه‌هاشم عمر با عزت نصیب کنه. آمین آمین. منم تا وقتی زندم کنارشون میمونم، برای همیشه. دیگه تو رو زیاد خسته نمی‌کنم. آبج سرابشون هست، قشنگ بهشون میرسه. دختر منو که میشناسی، بلشون نمیکنه. تو اصلا نترس. آره همینطوره، دست سراب درد نکنه. اما اونم فردا پس فردا ازدواج میکنه. نه اصلا ازدواج نمیکنه. تو به این چیزا فکر نکن. فکر میکنم، خیلی هم خوب فکر میکنم. برای همین بهت گفتم بیای که با هم همفکری کنیم. ها سراب میشه یه لحظه بیای؟ صبح بخیر. یه کم زیاد خوابیدم، فکر کنم به خاطر خستگی دیروز بود. در مورد این چیزی میدونی؟ مگه چی شده؟ گردم بند مامانمی. وقتی عمر به دنیا آمد به افسون کادو دادم. صبح وقتی داشتم دنبال گوشواره هات میگشتم زیر تخت پیداش کردم، خاره شده بود. خب که گفتی دیروز تو اتاق از هان رفتی، بعدش هم من گردم بند مامانم و اینطوری پیدا کردم. یعنی چی؟ یعنی این که نیسان یه لحظه اجازه بدین آقا فاروق، تو
منو به خاطر این مقصر میدونی؟ باورم نمیشه نیسان، یعنی من اینو پاره کردم؟ منظورت همینه؟ آقا فاروق سراب، کسی تو رو مقصر نمیدونه، فقط سعی میکنیم بفهمیم. اینطوری سعی میکنین بفهمین؟ ببین، متوجه هستم چطوری به نظر میاد، حتی احتمالم نمیدم که این کار رو کرده باشی، اما به یه توضیح احتیاج داریم. کجا رفا؟ ها؟ چرا بر نمیگرده دیگه؟ ببینین اینا چی هست؟ ازم خواستین چیزی بگم، درست آقا فاروق؟ اینم توضیح من. کسی که گردنبند پاره کرده لباسای منم پاره کرده. یعنی چی؟ گلچین. چی؟ بله، میدونم کار گلچینه، برای همین با عجل از این خونه رفت، بی این که به کسی چیزی بگه رفت. میتونی اینو به امون ثابت کنی؟ نمیتونم ثابت کنم، اما میدونم که کار اونه. باشه، شما برین پایین، منم میام. سراب اومد. خیلی خوب. فعلا خداحافظ. صبح بخیر هایریش. صبح بخیر دختر خوشگلم. چه خبره؟ خیر باشه؟ آره خیره. این کله سحری به من زنگ زده که بیا دوتا کلمه باهات حرف دارم. منم گفتم حتما حرف خیری دیگه، بلند شدم اومدم. میدونی دردش چیه؟ بگو ببینم چیکار داشت؟ تو رو برای پسرش خواستگاری کرد. چی؟ آره، پیرایی خانمم اینطوری صلاح دیدن و اینم از خدا خواسته، بهتر از تو که پیدا نمی کنن. تو چی گفتی؟ چی میگفتم؟ گفتم که خانم صلاح دیده، منم چیزی نتونستم بگم، قبولم نکرد. نه تو رو خدا قبول میکردی، چی داری میگی؟ چرا بحثو تموم نکردی؟ دختر من شوکه شدم، تازه قفم درست کرده اوورده، انگار اومده خواستگاری. بی نزاکت، بی تربیت. آی مامان. مامان چی؟ داری چی کار میکنی؟ من دارم میرم، تو به کی داری زنگ میزنی؟ ببین مامان، اگه بازم همچون بحثای مسخره یا باسکت رد میکنی، خب؟ بگو سراب نمیخواد ازدواج کنه، همچین قصدی نداره، یه چیزی بگو دیگه. میگم آره بابا دختر، دارم میگم شوکه شدم وقتی پیرایی خانم اینطوری صلاح دونسته، نفهمیدم چی بگم. تازه منم کشوندن اینجا واقعا زشته. ها الان مشکلی تو اینه، من چی میگم تو چی میگی؟ خیلی خوب بسه دیگه، قر نزن بسه. اگه بازم گفتن رد میکنم، قبول نمیکنم. ببین این قصه شوخی بردار نیست، خب؟ ها نباید به گوش آقا فاروق برس، متوجه شدی؟ ها. من خودم هزار تا مشکل دارم. تو چه مشکلی داری دختر؟ هیچی. خب 3 تا بچه رو باید تراخوش کنم دیگه. دخترم ببین، تموم شد دیگه، از این به بعد راحته. مهم اینه که وارد خونه شدی. صبر کن، دندون رو جیگر بذار، من دیگه برم تا ایپکس داشت در نیومده. اون چی کار میکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ برای اینکه اون نقاشی درست کنه شب و روز نداره، نمیخوابه، دیوونه شده دیگه. اون تابلو نباید بیا توی خونه، گفته باشه. نه بابا، فکر کنم همین امروز فردا میاره.
هر طوری شده اون نقاشی رو از بین ببر، پارش کن، بندازش بیرون. خودت میدونی نقاشی افسون نباید بیاد تو این خونه. تو چرا اینقدر به این عکس گیر دادی؟ چی داری میگی؟ من چند روزی تو این خونه چیکار میکنم ها؟ برای اینکه افسون فراموش بشه خودم رو هلاک کردم. اون وقت الان بیام عکسشو بذارم وسط پذیرایی؟ یه جوری حلش کن. باشه باشه، اینقدر گیر نده، یه جوری حلش میکنم. فقط ببین بهت چی میگم. با بچه ها خوب رفتار کن، حواست به حرفات باشه، یکی میشنوه به خود از خونه بیرونت میکنن. حواست به حرف زدنت باشه سراب جون، خواهش میکنم. دیگه منو خسته نکن، خواهش میکنم. باشه فعلا خدافظ. کی کیو خسته میکنه آخه؟ من معلوم نیست من مادرشم یا عروسک خیمه شب بازیش؟ بابا جون، ما فکر نمی کنم کار گلچین باشه. آبجی سراب داره دروغ میگه. فعلا زوده بگیم دروغ گفته، اما برای این که بفهمیم میتونیم یه کاری بکنیم. تو هم به چیزی که من فکر میکنم فکر میکنی؟ یعنی میخوای بگی گلچین بیاد اینجا بابا؟ خوبه باشه، بیاد بیاد ببینیم اون چی میگه. دخترم آروم باش. باشه من حلش میکنم. هیچ کس نمیتونه به خاطرات مادرت آسیبی بزنه. فامیله چی گفت؟ دخترشو میده؟ ساکت دختر، یکی میشنوه. مگه قرار نیست بشنوه؟ دخترم الان با مروت حرف زدم، اونم با سراب حرف میزنه، بعدش همه میشنون. آره خسته نباشین. ممنون آچا. ساندویچ من حاضره؟ آره حاضره، دقیقا همونطوری که میخواستی. بفرما نوشه جان. ببین جدی میگم، تو این ساندویچ ها عالی درست میکنی، حتی سه وعدم بخورم سیر نمیشم، باور کن. ببین الان خیلی خوشحالم که میخوام اینو بخورم، اما از یه طرفم ناراحتم که قراره تموم شه. سردار بزرگش نکن، بخور دیگه. بخور نوش جونت. ممنون آبچی. اوف اوف، با سوس فلفله. وای یه لحظه ویبره گوشیمه. آقا فاروق داره زنگ میزنه. بفرمایین آقا فاروق. آه بله 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 میشنسم. باشه بروی چشم آقا فاروق. چی شده؟ آبجی من باید برم. اینو بردار تو راه میخوری، باشه کمی گرسنه نرو. آبجی اینو که نمیشه سر پا خورده خود. وقتی برگشتم با خیال راحت میخورمش. باشه جمعش میکنی آبجی؟ آره. دوبله شده در استدیو جم.